خب من قرائتی تازه از موسی و شبان حضرت هادی خورسندی رو که میخوندم اون سری، ایشون فرمودن که چرا هیچ، نمیدونم چجوری فرمودن، ولی منظورشون به هر حال ماحصل چیزی که فرمودن این بود که از نظر تصویری هم میبایستی جذابیتی داشته باشه، انگار مثلا بنده شبکه BBC هم، یا مثلا من توی چیزی هم. خب آدم مثلا ممکنه توپق بزنه، آدم ممکنه، هرچند توی صدا ستان توپق و اینا اوکیه، ولی مثلا اگه بخوام کانال یوتیوب بذارم یا شعر حضرت عالی رو بخوام بخونم، خب قطعا میبایست به بهترین نحو اجراش کنم دیگه، و بهتره که کاتی چیزیش بکنم اگه مثلا صوتی چیزی اون وسط دادم یا سر صدایی اگه اومد و اینها. و خب فقط توی نسخه صوتی میشه این کار کرد دیگه، تو تصویری خب خیلی دیگه تابلو میشه، توی صوتی میشه ماستمالی کرد. ولی به احترام ایشون، از اونجایی خیلی هم دوستشون دارم هم خیلی مثلا عزیز و محترمن و قطعا قطعا خیلی تاثیرگذار بودن رو بنده هم، آره این چند تا بیت اولش رو تصویری محض خاطر گل روی ایشون میخونم. الا ای شیخ جویای به، یه آخوندی گفت، امام جمعه اصفهان، همچی آخوندی هم نبوده، گفته که 74% دختران ایرانی دوشیزه نیستن و باکره به خانه بخت نمیرن. بله بله، حالا حضرت خورسندی میفرمایند که الا ای شیخ جویای به کارت، بلای پای دخترها چه کارت؟ تو فرمودی به کارت ها که پاره است، دقیقا در صدش 74 است. ببینم از کجا آوردی آمار، کجا در کار بردی متر و معیار؟ شمارش را به دیگر کس سپردی و یا خود رفتی از داخل که مردی؟ بله از روی حدس است و گمانه، عجب حدسی دقیق و ماهرانه. اگر حدس و اگر آن را شنفتی، چرا زان 26% نگفتی؟ نگفتی 26% بکارت نشان باشد ز انواع اسارت، اسارت در حصار بربریت، گرفتار موازین خریت، همه افسرد جسم و خسته روحند. گمانم اینکه اینها سه گروهند. خودم هنوز کامل نخوندم شعر رو. گروهی ترس خورده، صاف و ساده، اسیر انجماد خانواده، حتی اینجا رو خوندم، برادر غیرتی و آبرودار، پدر هم محترم در کوچه بازار، دوتایی چشم ها رو زوم کرده، مبادا خدشه ای افتد به پرده. گروهی پایبند دین و مذهب، به شدت باکره اما معذب، چنان ترسند از اعماق دوزخ که سکس و کامجویی پیششان اخ. من یه پیشنهاد بکنم به جای سکس بگیم گای، قدما میگفتن گای، خیلی جالبه نه؟ احتمالا همه سکس های همه شعرها هم میشه خط زد گای ورد، کمون که یه جایی میشه گای ورد سکس نمیشه، قافیه بیشتری هم داره تزه. عدو سکس هم میشه به کار برد کمافه صادقه، ولی خب از گای هم بهرمند شیم، مثل ایشون که از کامجوی بهرمند شده. بله پس چی شد؟ یه گروه که اونجوری بودن، خانواده شون گیره و اینا، گروهی پایبند دین و مذهب، خودشون گروهی پایبند دین و مذهب، به شدت باکره اما معذب، چنان ترسند از اعماق دوزخ که سکس و کامجویی پیششون اخ. گروه سومی هم اختیاری، ز عشق و سکس از اول فراری، به زعم خود نجیب و ترتمیزند، نه با خود با طبیعت در ستیزند، هماره صورتی پرجوش دارند، روانی خسته و خاموش دارند. گروهی نیز چیزی کم ندارند، خوشند و این میانه غم ندارند. به دستبندی هم حالا نخندی که خیلی ناشی هم در دستبندی، کما اینکه سه تا گفتن در آغاز، ولی که 4 تا شد وقت ابراز. در حال ای عقب افتاده آدم، سوالی ناگهان آمد به یادم، شما که دختری را سن 9 سال به شوهر میدهی راضی و خوشحال، چرا خواهی اگر شوهر نکرده بماند تا همیشه پشت پرده؟ بله دیگه بخونم دیگه، بکارت مال دورانهای دور است، به زنهای آن، یه آهنگم پیدا کردم بهش میخورد، بکارت مال دورانهای دور است، به زنهای جوان تحمیل و تحمیل زور است. به زنهای جوان تحمیل زور است، بکارت مثل پوشاک و حجاب است که وابسته به حق انتخاب است. نجابت شیخ نادان، نجابت شیخ نادان، پرده ای نیست به اینکه داده ای یا کرده ای نیست، نه بین مردمان اخلاق و اسمت، به میزان به کابرت گشت قسمت. فریب مردمان ضد عفاف است، فریب مردمان ضد عفاف است، نه آن کاری که در زیر لحاف است.
خودت شام زفاف ای شیخ بزاد، بکارت داشتی ارواح بابات؟ برای تو کسی پرونده هم ساخت و یا بر پشت و پیشت کنتور انداخت؟ در کون شما و کنتور اگر بود، سر یک هفته کنتور هم دمر بود. اگر یک روز باشی توی حوزه، بواسیر تو میچسبد به لوزه. و تو حالا به جبران خسارت ز دخترها طلب داری بکارت. سوالی البته. و تو حالا به جبران خسارت ز دخترها طلب داری بکارت؟ چه میفهمی تو قانون طبیعت که میآیی ز مادون طبیعت؟ الان یادم افتاد که این شعر خیلی قدیمیه، احساس میکنم یه هم خوندم خیلی وقت پیش، نه تو این کتاب، توی سایت اسقر فکر کنم. چه دخترهای نوزادی که گهگاه ندارند این بکارت را به همراه، به آنها چون خدا پرده خدا وجود نداره، به آنها چون خدا پرده نداده شوند البته که بی پرده زاده. تو را گر اعتراضی هست حالا، بگو با حضرت باری تعالی که ای پروردگار پاک عالم، چرا پرده ندادی خاک عالم؟ امام جمعه بر خیش رحمی بکن، کاری که یک قدری بفهم قشنگتر گفته دارد. امام جمعه بر خیش رحمی بکن، کاری که یک قدری بفهمی. بدنها فرق دارد با بدنها، خصوصا مال دخترها و زنها، همه یک شکل و یک جور، همه یک شکل و جور و قالبی نیست، همه یک شکل و جور و قالبی نیست. نمیفهمی؟ زن است این، طالبی نیست. یکی را پرده باشد نازک و ترد، شود زایل اگر یک ضربه خورد. یکی انگام ورزش داده از دست، یکی انگام ورزش داده از دست، یکی تا آخرش همراه او است. یکی را پرده کشدار و غشایی است، مثال شخص آقا ارتجایی است. چیز نبود، موقفل نمانی نبود. آره، مثال شخص آقا ارتجایی است که تا وقتی که آن بانون نزای آنه بود، حتما برست بود. آره، که تا وقتی که آن بانو نزاید، از آن یک قطعه هم خون در نیاید. مشبک، حلقوی، انواع و اقسام. گوگل کن خاک بر سر، گوگل کن خاک بر سر شیخ الاسلام. خیلی خوب، من اینها را که گفتم مستند بود، قوانین ازل بود و ابد بود. ندارد حرف من رد خورز قرصی، ولی تو باید از دکتر بپرسی که او بی پرده تر از پرده گوید، برایت واضح و گسترده گوید. که او بی پرده تر از پرده گوید، برایت واضح و سلام. بیام پایین یا میای بالا؟ بیام پایین یا میای بالا؟ بیا بیا بیا. آره، نمیدانی کلک هم میتوان زد، نمیدانی کلک هم میتوان زد، دولک را بر علک هم. یکشو نخوندم. امام جمعه یک چیز دیگر، نمیدانی، نمیفهمی، مکرر. نمیدانی کلک هم میتوان زد، دولک را بر علک هم میتوان زد. طرف گر حفظ کرده پردهش را، بسا که خورد کرده نردهش را. اگر وارد شدن از در حرام است، یقین راه حلال است پشت بام است. ببین بدبخت غرق گشته در جهل، بکارت داشتن شد ساده و سهل. اگر شد پرده ای هر گونه اگر شد پرده ای هر گونه پاره، نخصوزن همان راه چاره. بدوزد پرده را ترس و بدوزد پرده را نرس و پرستار، خدای از این معما پرده بردار. بکارت را ز مریم باید آموخت، که بعد از زایمان هم میتوان دوخت. اگر داری دلارش یا ریالش، بزن آن را بخیه بی خیالش. از آن بهتر نوار ویرجینیتی است، که فخر جمله مصنوعات چینی است. خب دیگه تا اینجا